خب دوستان گرامیر آن لیگن رو در قبل بهتون گفتم و الان میرسیم به اوف لیگن در این درس آف لیگن رو بگم ان لیگن بچه یعنی ان اتواس لیگن یه چیزی رو بذاری کناره یا روی بغل یه چیزی به هر حال و اوف لیگن به این معنی است که یه چیزی رو آف اتواس لیگن که آف اتواس لیگن دیگه اگر آف رو روی یه چیزی رو نگفتیم که از قبل معلومه چون خیلی استفاده شده بنابراین فعل اوف لیگن وارد کار میشه که نخواهیم دیگه اون روی اون چیز رو تکرار کنیم و این به صورت فعل بیاد پس این میتونه معنی اوف اتفاس لیگن باشه باید دقت کنیم توی کنتکست های توی متن های خاصی به کار میره و باید اونها رو بشناسیم و سعی کنیم ما هم تو همون متن ها استفاده کنیم و نیایم تعمین بدیم همیشه اوف اتفاس لیگن رو بیایم مثلا با آف لیگن بگیم ممکن همیشه درست در نیاد بنابراین الان من شروع میکنم به چند تا مثال مهم گفتن اینه تیش دکه تیش دکه تیش دکه یعنی دکه یعنی در واقع پتو و تیش هم یعنی میز پتوی میز یا رومیزی در واقع رومیزی معمولا معمولا از جنس پارچه است میگی مثلا وی میسن باید وی میسن این نویا تیش دکه آفلگن اینجا میگید که بچه آفلگن یعنی آفتن تیش لگن هست که دیگه از همین اوفلگن استفاده میکنه دیگه تیشو نمیخواد بگیم و حالا اگه گفتیم هم یه نوع تحکیل ممکنه بعضی جاها بیاد ولی اینجا همین کافیه وی میسن این این نوع تیشته که دیگه مشخص رومیز باید بذاریم اوفلگن پس اوفتن تیشلگن اوفلگن اگه یادتون باشه قبلا یه چیزایی بود حالا خود منم یادم نیست ولی بچه که بودم توی اون وسایل قدیمی پدرم پیدا می یک یه گرام بود گرام یه حالتی بود که یه شال پلاته شال پلاته یعنی در واقع اون دیسک گرام رو میذاشتن رو اون گرامه و اون میخوند و خلاصه مثل موزیک پخش میکرد عین شال پلاته مثلا ما میتونیم عین شال پلاته آفلیگن در واقع روی اون چیز روی اون گرام اون سیدی رو میذاریم مثلا درسته پس این آفلیگن روی یه چیزی گذاشتن هست مثلا دی ال دی ال بوگن ال یعنی آرنج ها ال بوگن آف یعنی ممکن برید دکتر مثلا بگه آرنج رو بذارید مثلا روی این اینجا یا روی میزی یه چیزی از اونجاست درسته پس میگه دی ال بوگن بیت آف لیگن یعنی رو میز مثلا اینجوری پس آف اینجا مثلا سر کلاس باشی یا چیزی یا به جایی در واقع روی تیش میذاری او اتفاصلگن مثلا میذاری روی میز آرنجاتون رو اینجوری بذارید دی البوگن او فلگن این حالتش اینه مثلا احت دی البوگن او فلگ دو کانس دی البوگن او مثلا با ایم هنگام خوردن سر میز آدم نباید آرنجش رو بذاره رو میز اینجوری با ایم اسن درف من نیش دی البوگن مثلا پس روی چی منظور همه از اینها اینه که روی یه چیزی قرار دادن یه معنی اصلیشه در واقع مثلا اگه میکاپ یا آرایش رو صورتتون بخواید قرار بدید مثلا زیحت هویت امروز فیل میکاپ آف خیلی میکاپ یا آرایش یا مواد آرایشی آفلیگن کرده یعنی در واقع آفتون گزیش در واقع آفت از گزیشته در واقع لیگن کرده که به معنی میتونیم بگیم آفت خاگن اینجا مسلما این هم که آف داره پس آف برمیگرده اینجا به روی یه چیزی آف لیگن و هم تخیکس تو ایمان زو فیل میک اپ اصلا دن زتل آف لیگن دن زتل یعنی زین زین عصب دن زتل آف لیگن یعنی زین اسب و بزاری روش روی اسب در واقع اونم مشخصه زتل آفلیگن دیگه منظور روی اسبه است بعضی مواقع حالا میتونیم اینجا اسبه هم بیاریم دم فرد به روی اسب زین را گذاشتن حالا اینجا آف یه نوع دیگه ما میگیم آف رو داریم روی اسبه است دیگه این دیگه چیه؟ این هم دیگه حالا برای تحکید دیگه ولی اگه این هم نگیم ما دن ساتل آو فلگندی که رو ازباستی درسته. زیلکت دن هورا آو. اینجا ببینید آو فلگند بچه، اون گذاشت گوشی رو زمین. در واقع گوشی رو گذاشت روش. منظور از آو اینجا روی چی قرار دادنه؟ آو دن تلفن آپارات روی آپارات تلویزیون وسیله تلفن در واقع گوشی رو گذاشت روش ببینید که اینجا دیگه این آپارات تلفن رو دیگه اینجا نیاز نیست بگیم چون آفلگن یعنی روی چیزی قرار دادن که اون چیزه برای ما مشخصه که اینه همه هم میدونن اینقدر استفاده شده که دیگه نیازی نیاز نیست اینو بگیم بچه ها از همین فعله که استفاده کنیم مشخص میشه به خاطر همین میگم اینو هر چیزی روی یه چیزی قرار دادن و همیشه نمیدونیم با این بگیم باید ببینیم اون چیز که حالا روش قرار داده میشه برای عموم قابل فهم هست یا نه به خاطر همین این کلمات و این جملات مشخصه وقتی میگم اینه تیش دک آف لیگن دیگه مشخص کجا میخوام لیگنش کنم روی چه چیزی بینید؟ و اگه بگم این شال پلات آف لیگن مشخص روی چه چیزی باید قرارش بدم یا آف لیگن مثلا البوگن یا مثلا میک اپ آف لیگن اگه کرده باشه مشخص این آف چی روی صورت معمول اینجا منظور درسته یا پوست خب این اوفلیگن رو حالا داشته باشیم اوفلیگن رو یه جای دیگه هم احتمالا بشنوید جایی که دیجی ها مثلا برنامه اجرا میکنن یه دیجی میاد امشب مثلا فلانجا برنامه داره میگن الکت هایت آبند امشب آف آف همون گرام رو در نظر بگیرید که شال پلاته رو میذارن روی چیزی اینجا شاید به همون بر اساس اون باشه حالا به هر حال به این معنی است که یه دونه موزیک آوفنامه رو یا ضبط موزیک رو انجام میده یا برنامه اجرا میکنه به هر حال لگت ابند دی این دی لکت اوف. هر شنبه برنامه داره این هم حالا معنی دیگه هم داره اوف لیگن بچه ولی معنی اصلیش همونه که روی یه چیزی قرار دادن که به نظر من اینو بدونید خیلی خوبه حالا توی کنتکس های خاصی مثلا ممکنه ویرچافت باشه توی اقتصاد یا توی تکنیک یه سری جاها استفاده بشه توی جاهای خاصی ولی اونها دیگه یکم بیشتر اختصاصی میشه به نظر من نیاز نیست گفتنش و آفلاگی که اسمش باشه رو میخواستم بگم درس قبل هم در واقع یک تنبیه حالا بگیم حالا یا یه تنبیه یه, سن... یه کاری رو که باید یه نفر انجام بده به خاطری که یه کاری رو مثلا نکرده فرض کنید یه نفر میره دادگاه دادگاه بهش میگه تو باید هر روز خودتو به پلیس معرفی کنی این یه اوفلاگ است یا مثلا یه نفر بچهشو خوب مراقبت نکرده یوگنتامت تامت اداره بچه ها میاد اوفلاگه میده میگه باید بچه مثلا فلان کلاس بره فلان کار بکنه فلان کار بکنه در واقع یه سری کارایی رو لیست میکنه که فرد باید انجامشون بده اینا اینو میگن اوفلاگ مثلا در تتا فرد مجرم به کام به هست که من از گذشتش به کام استفاده کردم یه دونه ام داره یا میشه گفت حت به کومن در تتا به کام فم گریشت از دادگاه این آفلاگه یه دونه آفلاگه گرفت یه دونه التزام در واقع ملزم میشید شما به یه کاری رو انجام یه دونه التزام گرفت یه دونه ملزم شدگی گرفت هر روز زیش یه ده یه دن تاگ خودشو به پلیس معرفی کنه بای ده پولیسای سوملدن ملدن زیش یه دن تاگ بای ده پولیسای سوملدن میبینید که یه اوفلاگ هست این معنیش میبینید که زیاد با اون روی یه چیزی قرار دادن زیاد متناسب نیست در واقع ولی آفلاگ میتونه معنی جلد هم بده بچه‌ها یه جلدی که میکشید روی چیز دیگه نه جلد کتاب ها. یه چیزی که میکشید ببین لیگن میکنید روی یه چیزی مثلا روی جلد کتاب یه کادو میکشید یا یک برگی از طلا میکشید روی یه دونه مثلا کتاب خب اینم اینو هست بنابراین اینم در مورد آفلیگن که یه نکته خیلی مهم رو بهتون گفتم بچه ها که آف که میاد حتما نباید بگیم روی چی قرار داده میشه اون آفه مشخص میکنه و همه میفهمن خیلی هم میفهمن با توجه به که منظور چه چیزی بوده مثلا اگه بگم میکاپ آف لیگن میدونن که آف برمیگرده به, رو... به صورت این مهم بود خب اینم از این درس امیدوارم مورد توجه قرار گرفته باشه و بعدش میدونیم سراغ آف لیگن و هم به همین شکل ادامه میدیم چون اینها واقعا مهم بودن اوفلیگن و این اینا مهم بودن من دیگه یه درس کامل براشون زبط کردم نخواستم اینا رو کم کنم تا مسلما چیزای دیگه هم هست بهتون گفتم ولی اونها رو میشه بعدها تخصصی تر خودتون تو درس ها بهتر بفهمید به دوستان دیگه هم حتما معرفی کنید خب به دوستان دیگه هم دوستان به دوستان دیگه هم معرفی کنن و شیر کنن ویدیو رو توی شبکه اجتماعی که دارن و دوستانی که میشناسن تا دوستان دیگه هم حتما استفاده کنن مطالب مهمی رو اینجا تکمیل میکنیم در درس بعد چوس